درود بر شما خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست بیداری خیلی خوشحالم که امروز هم باز در یک قسمت دیگه با شما هستم و این هفته هم بعد از یک هفته غیبت به خاطر مشکلی که من داشتم شهروز فرهمند با ما هست و من میدونم راجب چی میخوایم صحبت بکنیم شهروز احتمالا نمیدونه شاید هم بدونه ولی شهروز خوش اومدی به پادکست سلام دوباره ممنونم ازت که باز دوباره این فرصت رو در اختیار من گذاشتی و خیلی خوشحالم که با شما و مخاطبانتون هم صحبتم مشکر که هم اومدی و صحبت قبلی که داشتیم خیلی هم چالش برانگیز بود برای بعضی از دوستان همین که خیلی اطلاعات خوبی به نظر من به من داد شاید خیلی استفاده کرده باشن خیلی هم نکرده باشن و خیلی چیزا من خودم یاد گرفتم در عواست صحبتمون به یک نکته خیلی جالب اشاره کردی که فکر کردم شاید توی این قسمت بهتر باشه یه مقداری راجبون صحبت بکنیم شاید ایده های جدیدی بگیریم شاید بتونیم از جاهایی که گوشه های ذهنمون چیزهایی تراوش بکنه که کمک بکنه به بعضی از دوستان برای فهمیدن این مفهوم اجای گفتی که بیداری این اتفاق برای من و تو نمیفته برای اینکه ما در یک واقعیت دیگه ای زندگی میکنیم و به عبارتی این یعنی ما در یک واقعیت موازی واقعیتی که برای خیلی از دوستان در اون هستن داریم زندگی میکنیم و خیلی از اتفاقاتی که ممکنه برای خیلی ها بیفته که در یک مسیری حرکت میکنن ممکنه برای ما نیفته و ما شاهد اون نباشیم منظورت این بود درسته؟ آره داشتم برای یک سری از دوستانم میگفتم فرض کنید توی اتوبان 20 لاین ماشینا همینجوری دارن میرن یه سری سرعتشون کمه یه سری سرعتشون زیاده و شما بقیه ماشینا رو داری میبینی ولی میدونی تو اون ماشین چه خبره آیا داری همون تجربه ای رو میکنی که اون آدمایی که توی اون ماشین هستن میکنن ولی شاهدشونی حتی اگر تصادفی رخ بده شما شاهد اون تصادفی ولی تجربه اون تصادف رو از دیدگاه دیگری داری این مثالی که الان زدم هم در رابطه جهانهای موازی صدق میکنه هم در رابطه موردی که شما الان گفتی یعنی اینکه خیلی اتفاقات همزمان با هم میتونه بیفته ولی دلیل نداره شما دقیقا در یک فرکانس خیلی مشخص با هم دیگه باشید که اون تجربه رو یکسان داشته باشید واضح بود حرفم؟ برای من واضح بود <تص> 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 منظور اینه به نظر من چیزی که شما گفتین که خب دقیقا همون اتوبانی که وجود داره یعنی خطهای مختلف زمانی در زندگی افراد وجود داره که میتونن بر اساس انتخاب هاشون در یکی از این خطوط زمانی حرکت بکنن توی این خطوط زمانی ممکنه اهدافی که دارن قرار گرفته باشه یا ممکنه اهدافی که مد نظرشون هست در یه همچین خط زمانی وجود نداشته باشه و نتونن اون رو تجربه بکنن ولی میتونن خطشون و لاینشون رو میتونن عوض کنن برن توی لاین دیگه و میتونن اون تجربه رو داشته باشن و حتی ممکنه اون تصادف رو هم در همون لاین پشت سر تصادف اول تجربه بکنن درسته؟ بله قابلیت تغییر جهان موازی اسمش رو بذاریم پارال ریالیتی. واقعیت بگیم بهتر از جهانه چون وقتی جهان میگیم احساس میکنم خیلی خداگاه و ناخداگاه به شکل دنیای فیزیکی میبینیمش در صورتی که دنیای فیزیکی یکی از فرکانس هایی هست که در یک جهان فیزیکی وجود داره سطح های مختلفی داره اگر اسمشو بذاریم واقعیت های موازی فکر میکنم یه مقدار عمومی و جامع‌تر باشه این تعریف تا جهان موازی و اینکه ما یه ذره بریم جلو کامل از دیدگاه خودم میگم که جهان به نظر من چه شکلی داره کار میکنه و در پاسخ فرمایش شما اینه که بله ما هر زمان که بخوایم میتونیم جهانمون رو یا واقعیتمون رو تغییر بدیم اما این تغییره به قول قدیمی ها به شرط ها و شروط ها چیزی که من از جهان موازی میدونم درسته اولش فکر میکردم که خب یک جهانی هست در یک جای دیگه ای به خاطر اینکه ما اینجوری مجبوریم خطی فکر بکنیم به نظر و یه سری از مفاهیم رو شاید درک نکنیم ما یه در یک جهان زندگی میکنیم که مثلا قطرش 94 میلیارد سال نوریه و عمرش مثلا 14 میلیارد سال یه جهان دیگه اون بغله یه مثل بلوک یه جهان دیگه اون بغله و اینا موازی ما دارن حرکت میکنن خیلی اتفاقاتی که داره میفته در جهان ما در جهان موازی ما هم داره به یه شکل دیگه اتفاق میفته اما بعدها متوجه شدم که اینا همشون یه جان یعنی ما در هر لحظه میتونیم در هر جهان موازی خودمون در مسیر زمانی موازی خودمون حرکت بکنیم یعنی وارد بشیم و بر اساس فرکانسمون این جهان موازی در کنار ما هستن چیزی که حالا در سال 2000 دانشمند و پیپری که پابلیش کردن انگلیسی گفتم کاغذی که چاپ کردن این بود که فاصله نزدیکترین ز... جهان موازی با ما یک میلیمتره یعنی تکون بخوریم توی جهان موازی میتونیم باشیم توی این جهان موازی چه اتفاقی ممکنه برای ما بیفته ببین بحث اینه که وقتی میگیم موازی یاد تعریف ریاضی میافتیم که دو تا خط و بغل هم کشیده بودن بنابراین اتوماتیک ذهن ما میگه پس فاصله وجود داره اما این دو تا خط رو روی هم هم که بندازی دو تا خط بوده روی هم افتادن من با چشم نمیتونم تشخیص بدم ولی موازیه هم موازیان هم در تمامی نقاط تقاطع دارن ولی یه تعریف دیگه هم داشتیم موازی داشتیم متقاطع داشتیم متنافر داشتیم دو خطی که نه در ارتفاع نه در عرض نه در طول هیچ جوری مثلا با هم دیگه تقاطعی هیچ وقت نمیتونن داشته باشن و هیچ وقت هم موازی نمیشن ماجرای جهان موازی اونجوری نیست که ذهن از دو خط موازی میفهمه ماجرای جهان موازی دقیقا به همون فرکانسی که شما اشاره کردی یعنی عین آه بهترین مثال اینه شما اینجا نشستی داری یک رادیو گوش میدی تمامی امواج توی این اتاق وجود داره ولی پیچ رادیو شما روی یک فرکانس بسیار مشخصی مثلا 96 و هرتز تنظیمه اگر بخوای یک رادیوی دیگر رو گوش بدی باید این پیچ رو بچرخونی بری مثلا رو 101 و 2 دهم ده حالا یه رادیوی دیگه گوش میدی 96 و 4 ده هم هنوز اینجاست تو نمیشنویش یا تلویزیون داری نگاه میکنی پیچ نمیخوای بشنوی دگمه میخوای بزنی داری کانال یک نگاه میکنی یه دگمه میزنی کانال سه نگاه میکنی ولی کانال یک هنوز اینجاست همشم هم تو همون تلویزیونه همشونم رو همن من تنظیم میکنم که چی رو ببینم زندگی و تجربه ما در یک جهان بر اساس فرکانسی که خودمون با کلاممون و افکارمون و احساساتمون و باورهامون و ترسهامون و غیره ایجاد میکنیم اون دنیا رو ما ایجاد میکنیم دقیقا این پستیه که من فکر میکنم دیروز گذاشتم که هر چیزی که اطراف ماست افکار زنده است لیوینگ بنابراین درسته همه چی خیلی سالیده خیلی سفت این میز این لیوان این خودکار و غیره اما اینها افکار زنده هستند انرژی هستند و حالا وقتی من بتونم این رو تغییر بدم نحوه نگرشم رو نه باورهایی که دارم و غیره رو اتوماتیک شیفت پیدا می کنم به یک پارالل ریالیتی دیگه یک واقعیت موازی دیگه بدون اینکه بفهمم این رو تا اینجا داشته باشیم تا من تعریف کاملتر رو یه ذره جلوتر بگم کاملا موافقم باهات و درکی که من از این داستان دارم از جهان مبازی دارم اینی که با یک انتخاب من میتونم مسیر خودم رو در این جهانی که حالا هستم به جهان موازی منتقل بکنم که حتی چیزهای فیزیکی که در اطراف من هستند هم تغییر میکنه به عنوان مثال ممکنه پیریز برقی که من هر روز تلفنم رو بهش میزنم دو سانت جاشی رو عوض بشه و من از اون بیخبر باشم ممکنه خیابونی که دارم ازش رد میشم هر روز با اینکه همه توی اون خیابون هستن همه رندر شده همون خیابون رو میبینن ولی درخت هایی که من دارم میبینن در جهان موازی همون خیابونه و فرق میکنه با درختی که ماشین بغلی من داره میبینه درسته به نظرت؟ اینو من در مورد مزه های زمانی به بچه ها میگفتم میگفتم من الان نمک رو میخورم میگم شوره تو هم نمک رو میخوری میگی شوره از کجا میدونم اون چیزی که تو بهش میگی شور شیرین من نباش ادرا... اون نوع مزه رو من دارم میفهمم یه اسمی هم روش گذاشتم فهم این مسئله شاید یه حتی اولش بگیم یعنی چی خوش بدیهی شور شوره دیگه نه این بدیهی شور شوره این شور رو ما تعریف کردیم ولی اون چیزی که در دهان من قابل درکه با اون چیزی که در دهان یکی دیگه قابل درکه چه جوری شبیه همه حالا من خیلی فیزیکی نگاه نمی کنم جهان موازی رو بلکه فرکانسی نگاه می کنم خیلی دقت نمی کنم که آیا حالا ممکنه که پریز اتاق من جابجا شده باشه یا نه ولی این چیزی که در مورد پریز اتاق گفتی یاد یه سریالی که سال 2009 10 فکر میکنم تموم شده اصلا بود به نام فرینج اگر جهانهای موازی رو کسی دوست داره دارک نباید نگاه کنه باید فرینج رو نگاه کنه دارک بیشتر به نظر من آدم رو داشت گم و گور میکرد کلی کلاف سردر آره باحال بود اوکی این ذهن یه جاهایی رو مجبور بود اکتیو بکنه که نرمال اکتیو نمیشه ولی تو سریال فرینج که من پیشنهاد میکنم برید دانلود کنید بخرید ببینید هر چی اتفاقات خیلی ساینسوار توضیح هم داده میشد و این همپوشانی فرکانسی که گهگاه اصطلاحا بهش میگن گلیچ گلیچ های رخ میداد و تقاطع هایی در جهان های موازی رخ میداد که مثلا یه نفر نصفش توی درخت بود بعد میگفتن که مثلا جهان موازی اینجا مثلا گلیچ باشه اونجا خیلی اینا رو قشنگ آدم میتونست حس بکنه به خاطر اینکه فیلم درست کرده بودن و مثلا توضیح علمی میدادن مسلما توضیح توجیه علمی نداشتن اما اونجا مثلا جالب ولی آره همین مدلی میتونه باشه یکی از گلیچ حالا گفتی گلیچ یکی از گلیچ های جالبی که من خیلی تجربهش میکردم و بعدش به این فکر افتادم که این یعنی چی و بعد متوجه شدم که داستان چیه یعنی که شما وقتی خیلی ناآگاهانه میای مثلا سویچ ماشین تو خیلی ناآگاهانه میندازی روی کابینت تو آشپزخونه و بعد میری دو ساعت بعد فکر میکنی من سویچ هم کجا گذاشتم یادت نمیاد ولی گذاشته بودی تو آشپزخونه وقت ولی وقتی از اون حوزه تو خارج میشه اینا دوباره نیست میشن دیگه یعنی چیزی که ما اطلاعاتی ازشون نگیریم در اصل نیستن به نظر من و بعدش یه ها ممکنه این روی زمین وقتی برمیگردی تو آشباز رو روی زمینه در حالی که این گلیچه که رن اونجا, اونجا به وجود اومد به جای روی کابینت <تصفح> گیر داره دیگه مشکل داره اما یه حال این چیزی بود گفتی که ما در فرکانس های مختلف داریم جهان رو تجربه میکنیم یعنی جهان های موازی فرکانس های مختلف دارن و ما میتونیم با تغییر فرکانس هامون که به نظر میرسه تغییر فرکانس بر اساس تغییر انتخاب ما هم میتونه اتفاق بیفته میتونیم جهان موازی یا واقعیت های موازی رو تجربه بکنیم چجوری میتونیم فرکانسمون رو تغییر بدیم من اول یه چیز دیگر بگم اینی که گفتیم میتونه اینجوری تغییر پیدا کنه من معتقدم که اگر گلیچ رو بذاریم کنار که باگ برنامه باشه فقط و فقط حرکت در جهانهای موازی یا واقعیتهای موازی با انتخابهای ما و نحوه نگرش ما و برداشت ما از اتفاقات به غیر از این راهی نداره اگر گلیچ باشه تقی من از اینجا بیفتم یه جای دیگه اون که هیچ باگ اگر که, که خب نمیدونیم وجود داره نمیدونیم که کی رخ میده در غیر این صورت هدایت آگاهانه از یک واقعیت به یک واقعیت دیگه با انتخابه به غیر از این راهی نداره چه راهی دیگه ای وجود داره همین دیگه انتخاب همین دیگه پس, پس این یکی از راه ها نیست این تنها راهه که من جهانی رو که میخوام داشته باشم همونطور ببینم و همونطور تجربهش بکنم نه اینکه معتقد باشم همه دزدن و همه قرار سر من کلا بذارن و هر کی پول داره نمیدونم یا آقازاده است یا مثلا دزدی کرده بعد توقع داشته باشم در یک جهان پر از صلح زندگی بکنم تو اعتقادت اینه که همه دزدن بنابراین اطراف تو تا دلت بخواد انواع و اقسام این آدما وجود دارن حالا ممکنه جیب تو رو نزنن احساس تو رو میزنن فکر تو رو میزنن کلام تو رو میزنن و خیلی چیزای دیگه پس اگر قرار من در یک دنیای پر از صلح و صفا و صمیمیت زندگی کنم اول باید باورهای خودم رو نگاه کنم آیا باور دارم که اصلا چنین دنیایی وجود داره اگه وجود داره چه شکلیه و اگر این شکلیه من با همین ساختاری که هستم توی این تعریفی که دارم میبینم میگنجم یا نمیگنجم تو دنیای پر از عشق و صلح و صفا و صمیمیت کسی فکر میکنه مواظب باشم به فلانی فلان چیز رو نگم که ازم سوء استفاده نکنه نه اینو فکر نمیکنه ولی منی که دارم این فکر رو میکنم جای اونجا ندارم چون من این فکر رو دارم من تو این دنیا میتونم شاهد اون دنیا باشم میتونم تو تخیلات و ایمیجینیشن هم داشته باشم که یک دنیایی پر از سکه های طلا مردم دارن همینجوری پخش میکنن تو دنیا ولی من اینو ندارم چون نه خودم میتونم این کارو کنم نه می بینم که کسی این کار میکنه نه باور دارم که کسی این کارو میکنه میتونم تجسمش بکنم یه جایی تو این تجسمات من وجود داره ببین هیچ چیزی در این دنیا نیست که من بتونم در ذهنم تجسمش بکنم و وجود نداشته باشه اگر وجود نداره پس وجود نداره چرا؟ چون انرژی نه ایجاد میشه نه از بین میره از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه حتی اگر شده فقط در ایمجینیشن من باشه در تصورات من باشه وجود داره که من میتونم تصورش بکنم حالا آیا من باهاش هم فرکانسم که تجربهش بکنم یا فقط میتونم شاهدش باشم با توجه به جوابی که دادم اول باید بفهمیم کی هستیم این کی هستیمه داره به ما نشون میده که کجا قرار میگیریم ولی ما برعکس داریم دنیا رو نگاه میکنیم فکر میکنیم چون این دنیا هست ما اینجا هستیم و مادامی که برعکس نگاه کنیم که در این زمینه تو دو تا ویدیوی قبلی صحبت کردیم مادامی که بقیه رو باعث بدونیم اون کهن الگوی قربانی و الی آخر که اینها علتن و من معلول همین آش است و همین کاسته من فرمون دنیای موازی دستمه اگر من این فرمون رو بپیچم بپیچونم من میتونم جهتم رو تغییر بدم مادامی که فرمون رو بدم دست بقیه یا ولش کنم هر جایی دلش میخواد بره جامعه باورها کهن الگوها ساختارها هر جا دلشون بخواد منو میبرن ولش کردیم دیگه پس منظورت اینه که ما حالا در ابتدا این به نظر من شکلی که ما رشد میکنیم در زندگی حالا نگم پیشرفت ولی به جلو حرکت میکنیم از زمانی که به دنیا میایم ما زمانی که به دنیا میایم نیاز داریم که یک سری مراقبت بکنن از ما تا بتونیم به حیاتمون ادامه بدیم بعد از یک سنی که خداگاه میشیم خودمون رو میفهمیم درک میکنیم و نگاهی داریم یا یک باوری یواش یواش در ما نهادی نمیشه در نسبت به جهان بیرون دیگه خودمون میتونیم حرکت بکنیم و اون چیزها باورهایی که ما داریم که شکل میگیرن همینطور روی هم انباشته میشن جهان بیرونی ما رو به صورت یک آینه به ما نشون میده یا برای ما منتقل میکنه میسازه باورهای ما جهانمون رو میسازه اما این باورها شکل گرفته از تمام اون قوانین و آموخته ها و ارتباطات و اطلاعاتی که در زمانی که ما هنوز نمیتونستیم خداگاه باشیم در درون ما نهاده شده و نهادینه شده که برمیگرده به دوران کودکی ما معمولا و جهان ما بر اساس اون دوران کودکی ماست که داره ساخته میشه بنابراین یعنی ما هنوز داریم یک در یک فیلم داریم فقط نگاه میکنیم چه اتفاقایی داره میفته چون به صورت ناخودآگاه این داریم این انرژی داریم این فرکانس رو از درونمون از اون باورها از فکرمون در کلاممون به صورت صوت و حتی با نگاهمون به صورت نور داریم پروجکت میکنیم منعکس میکنیم پس به نظر خود من با صحبتی که تو کردی یکی از راه هایی که آدم میتونه فرکانسش رو بالا ببره حالا به نگم بالا ببره الزامن بالا نیست ممکنه پایین باشه تغییر بده به سمتی که خودخواسته میخواد بره دقیقا تغییر بده اینه که بیاد اون افکار و باورهایی که در خودش نهادینه شدن نشستن و به صورت ناخداگاه دارن عمل میکنن یا زیر خداگاه دارن عمل میکنن رو بیاد بازنگری کنه شناسایی بکنه بازنگری بکنه و ببینه که بر اساس اون افکار یا اون چیزهایی که درش هستن چه دنیایی رو داره در بیرون خودش متجلی میکنه و این میتونه فرکانسش رو تغییر بده حتی فکر میکنم خود این انتخاب و این کار میتونه این کار براش انجام بده من دو تا زاویه دید رو میخوام در موردش صحبت بکنم انا. یکی این که ما وقتی در مورد این بحث موازی بودن و نمیدونم یک دنیای دیگه و فرکانس بالاتر و پایین تر اینا صحبت میکنیم همه اینا تلویحا فاکتور زمان رو در خودش داره زمان و مکان رو کلا فهم و ادراک ما بر اساس زمان و مکان آماده شده اصلا وقتی تو این بود قرار گرفته آقا این زمان اینه این ثانیه که رفت دیگه بر نمیگرده ولی اینطوری نیست در ابعاد دیگه حالا اسمشو بذاریم ابعاد بالاتر پایینتر هرچی چی به غیر از این بود فیزیکی سه بودی ابعاد دیگه زمان اصطلاحا میگن ملیبله عین موم که قابل تغییر دادنه این نیست که زمان وجود نداره وجود داره اما قانونش خطی نیست و میتونه صورتهای دیگری هم داشته باشه که برای مغز فیزیکی ما غیر قابل درکه با فرمول ریاضی نشونش میدن که خب شکر خدا اون فرمول رو از هر صد هزار نفر یه نفر میفهمه همونی هم که نوشته فقط خب؟ بله تو ریاضی مثلا اومده ثابت کرده 13 تا بود داریم کجاست دوازده تا انتگرال پشت سر همه اینها خب اینو رو کاغذ میتونیم بنویسیمش و با تعاریفی که هست ولی مغز نمیفهمه مغز میگه آقا من عرض و طول ارتفاع میفهمم من این ساعت رو میبینم که یه دونه یه دونه میره جلو اما تمام اونایی که حرف درست حسابی زدن از هزاران سال پیش تا الان گفتن که همه چیز همینجا و هم اکنون است پس زمانی وجود نداره و زمان تبهمه آقا یعنی چی من دارم تجربهش میکنم بله شما تجربهش میکنی و من الان دقیقا بهت میگم که چجوری تجربهش میکنی شما خوابیدی و شب خواب میبینی که این اتفاقی که دارم میگم واسه خیلی اتفاق میفته که یهو احساس میکنن دارن پرت میشن یهو از خواب میپره میبینه تو تختش تو دوشکش خوابیده تو چرا از خواب پریدی چون مغزت تمام اون فعل و انفعالات شیمیایی که داره رخ میده از خوابی که تو داشتی میدیدی این ادراک رو داشته که تو داری پرت میشی تو پرت شدن رو تجربه کردی تو کابوس میبینی که یه نفر دنبالت میخواد بکشتت یهو از خواب پا میشی داری نفس نفس میزنی عرق کردی ممکنه از ترس گریه بکنی یا حتی تو خواب گریه کرده باشی جیخ کشیده باشی بغل دستید بیدارت کرده باشه بیدار میشی میبینی نه داشتی خواب میدیدی تو تجربهش کردی ولی ظاهرا رخ نداده اینی که میگیم زمان توهمه این شکلی توهمه وگرنه تجربهش عین واقعیت برای روح و اصلا زمان برای تجربه کردن خلق شده که تو بتونی این تجربه رو کسب بکنی وگرنه همه چیز در یک نقطه همینجا و همکنون باشه که تجربه ای وجود نداره تجربه فقط زمانی رخ میده که زمان وجود داشته باشه این یک دو یک تار انکبوت بزرگ خوشگل رو در نظر بگیرید که بارون اومده و روی این تارهای بسیار ظریف و در تقاطوهاش قطرات شبنم و بارون و اینا کوچولو درش ریز به هم چسبیده اینجوری روی این تار انکبوت است اگر که زاویه دیدمون رو نسبت به یکی از این قطره ها تغییر بدیم و به اندازه کافی بتونیم زوم بکنیم میبینیم که انعکاس تمامی این قطره ها توی یه دونه قطره هم هست این قطره یک دنیاست برای خودش که انعکاس همه رو داره ولی همه رو نداره انعکاس همه رو داره این قطره میتونه تو باشی تو میتونه دنیای تو باشه که انعکاس هر چیزی رو میتونی ببینی میتونی در خودت داشته باشی میتونی از یک زاویه دید مشخصی تجربهش بکنی ولی نداریش یه سه هم داره اونم بگم با توجه به اینکه زمان وجود نداره مگر در زاویه‌ای که میخوایم تجربه رخ بده برای روح اینجوری میتونیم ببینیم که اصلا چون اول 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 قبل از بیگ بنگ مثلا که میگم میگم محاسبات ریاضی باز دوباره نشون میده در زمان ده به توان منفی 35 ثانیه یعنی اینقدر صفر داره قبل تا صفر یک قبل قبل ممیز کل جهان فیزیکی قد یک توپ فوتبال بوده میگیم کل جهان فیزیکی یعنی تمام این چی میگن کهکشان ها منظورمون فقط اینا رو میگن واسه اینکه همه میدونن ولی حواسمون نیست اون لحظه منظورمون منظوم شمسی نیست منظورمون کهکشان راه شیری و تمام آنچه که توشه و اون سیاه چالهی که وسطش نیست منظورمون آندرومدا و نمیدونم جی سی شست و هشت و هرچی که تا حالا در جهان قابل رویت دیده شده یه توپ فوتبال بوده به قطر 17 سانتی متر به مخیله نمی گنجه این دانشمندا میگن ده به توان منفی 35 ثانی قبل از خلقت قبل از بیگ بنگ نه خلقت قبل از بیگ بنگ این اتفاق افتاده اونجا زمانی وجود نداره بنابراین همه چیز اینجا و اکنون است خیلی فیزیکی دارم برخورد میکنم به خاطر اینکه ای بیگ بنگو دارم میگم همه چیز اینجا و اکنون است اونجا هنوز زمانی وجود نداره هنوز گسترشی رخ نداده حرکت بین جهانهای موازی مثل حرکت یک فریم فیلم به فریم بعدیه شما اگر این فیلم قدیمی ها بودن تو دوربین مینداختیم اینجوری اسلاید اسلاید بغل هم بودن یا حتی همین یه فیلم عادی رو اگه با نرم افزارهای مثل چه میدونم همین فروتی لوپس رو نمیدونم غیر باز بکنید چی افتر افکت رو اینا با بکنید پریمیر میتونی فریم به فریم رو ببینی و اگر یه فریم رو با فریم بعدی مقایسه بکنی میبینی که این دسته داره میپره اینجا حرکتی وجود نداره ولی چون پشت سر هم داره رخ میده ذهن من اصطلاحا بهش میگن توینینگ میکنه این توینین کردن از اینجا تا اینجا رو ذهن من می سازه در صورتی که وجود نداره حرکت بین جهانهای موازی بر اساس زمانی که توهم است از یک فریم به یک فریم دیگه است اصلا جهانهای موازی کلا همگی وجود دارند فیکس ثابت بدون حرکت ماییم که در این جهانها در حال حرکتیم و ماییم که تعیین میکنیم الان به کدوم سمت بریم فرمون افکار، باورها، ترسها، احساسات و کلام ماست برای همینه من از اون اولی که اینجوری شروع کردم گفتم آقا به خودت بپرداز درسته یه چیزی که من همیشه دقت میکنم بهش یه ایده هست که همسر من داره به اسم زندگی مرچه ای بذاریم اونو کنار الان میگم متوجه میشین و اون اینی که وقتی توی یه ماشین نشستیم و با سرعت 100 کیلومتر در ساعت داریم حرکت میکنیم چجوری مسیر و زمان رو تجربه میکنیم حالا اگر از همون ماشین بیایم بالاتر و در ارتفاع 20 هزار پایی توی یک هواپیما باشیم میبینیم که اون ماشین نقطه به نقطه داره حرکت میکنه اصلا تکون نمیخوره ثابته این در حالی که کسی که داره اون حرکت رو تجربه میکنه دقیقاً متوجه سرعت و زمانی که داره صرف میکنه میشه اما برای کسی که از بالا از جای دیگه ای نگاه میکنه حالا من مثال هواپیما رو زدم شما اصلا فرض کنید که روح باشه اگر خود روح نگاه بکنه همه چی ما اینجا ثابت اینجوری نشستیم صحبتی هم نمیکنیم در مفهوم زمان مسئله دومی که توی صحبت اشاره کردی و میخوام بهشی خود خورده بپردازم تغییر در جهان موازی بود در واقعیت های موازی که اینها ثابت هستند و ما در اونها حرکت می کنیم بر اساس انتخاب هایی که می کنیم از اونجایی که در زندگی بعد پنجم من مجبورم برم در بعد پنجم قوانینی که حالا نگم قوانین ولی شکل زندگی به طور کلی شکل حضور شکل وجود متفاوته با این, ترا... این سوم و چهارمی که ما داریم به عنوان بود زمان و مکان داریم تجربه می کنیم همه چیز در همه زمان هست بستگی داره به سطحی که در بود پنجم باشیم باز هم چون یه بود سطوح مختلفی داره و ما میتونیم تجربه ای که داره انجام میشه رو در نقاط مختلف ببینیم یعنی برگردیم به صحبت قبلیمون میتونیم در همون لحظه ای که مثلا بیداری داره این تجربه رو میکنه در همون لحظه هم یه دونه در جهان موازی همون بیداری یک بیداری دیگه داره تجربه های دیگه ای رو انجام میده در بود پنجم اینجوری به نظر میرسه در بود ما هم این اتفاق ممکنه بیفته یعنی ما ممکنه بتونیم شیفت بکنیم به جهان موازی خودمون و تجربه جدیدی رو اصلا به نظر من جدای از تمام تجربه های قدیمی که کردیم انجام بدیم و این با تغییر فرکانس طبیعتا انجام میشه حتی به نظر میرسی که بعضی از هیپنوتراپیست ها این کار رو با حالا بگم بیمارانشون یا با کلاینت انجام دادن که اونها رو بردن توی جهان موازی که داشتن زندگی میکردن که همینجاست در اصل تو به عنوان یک هیپنوتراپیست نظرت راجع به این که آدم ها در هر لحظه در جهانهای موازی میتونن زندگی بکنن و تجربه های دیگه ای داشته باشن چیه؟ نه ببین دو تا نکته است من اون ابعادی رو که گفتی بود رو بود پنجم ما اونجاییم یک جور دیگه من این رو خیلی این مدلی نمیبینم چیزی که من باور دارم بود پنجم اواخر بود چهارم به بود پنجم و دیگه وقتی وارد بود پنجم میشه اصلا جسمی وجود نداره اصلا کلا فیزیک نیست و نحوه آگاهی و اون حالا زمانی که وجود داره وجود داره ولی متفاوت کاملا بنابراین من اصلا در مورد ابعاد الان صحبت نمی کنم من هر چی دارم صحبت میکنم کنم اتفاقا فقط و فقط تو همین بود فیزیکی که ما همینشو فقط داریم فکر می کنیم وجود داره تمام این موازی ها تو همین بعد فیزیکی وجود داره توی اون بعد پنجم هم موازی های خودش وجود داره اینجا هم موازی های خودش وجود داره و من در بعد فیزیکی از یک واقعیت به یک واقعیت دیگر اصطلاحا شیفت میکنم حرکت میکنم تغییر فرکانس میدم این چیزی که دارم میگم به این دلیله که دقیقا حالا با تکنیک های مختلف هیپنوتراپی که البته خب شکر خدا همه الان هیپنوتراپ دارن میشن همونجوری که یه زمانی که حالا بگذاریم مثال نزنم تکنیک ها زیادن اولا که اون شخص باید بتونه واقعا اون تکنیک رو درست انجام بده و اون شخص رو توی اون استیتی بتونه ببره که تجربه دیگری داشته باشه که تمام این تجربه ها باز برمیگرده به اون باورهای ریشه که اون شخص داره و در نهایت ببینه که احتمال داره و امکان داره که تجربه دیگری هم میشود داشت حالا که می شود داشت پس let's گو چون مشکل بسیاری از مراجعه کنندگان به خصوص برای هیپنوتراپی اینه که آقا زندگی همینه حالا من باش چیکار کنم توی هیپنوتراپی ما کمکشون میکنیم که ببینن امکانات بسیار زیاد دیگری هم وجود داره کدومشو میخوای تازه بعد از جلسه میفهمه اوه پس میشه عوضش کرد اصلا خیلی وقتا تمام میشه کار فقط به این باور میرسه چون خودش اینو تجربه کرده که میشه چیز دیگه ای باشه پس این قدرت رو در خودش میبینه که این تغییر رو ایجاد کنه تا قبل از اینکه اون اتفاق درست بیفته براش فکر میکرد جز این راهی نیست حالا اسمش رو بذاریم جهان موازی دیده اسمش یکی میگه تخیل توهم هرچی که هست این قدرت در شخص بیدار میشه که من توان این تغییر رو دارم ما بهش میگیم تغییر پارالل ریالیتی اصطلاحا بهش میگن پارادایم شیفت خیلی به این دو لغت مشهوره پارادایم شیفت چه جوری رخ میده اینی که تو بدونی امکان حرکت به سمت دیگری وجود داره در درونت بدونی بنابراین به اون سمت میری من همیشه در مورد شعله آتیش این مثال میزنم توی سری داستان های آیا که تو کتاب 17 دارم می نویسم ولی تو اون کتاب تموم شده به زودی به امید خدا منتشر میشه یکی از داستان ها در مورد آتشه که خیلی مفصل میپردازیم بهش میگم آقا توی بیابونی الان برهوت نصف شب ما هم نمیتابه یعنی اینکه نور محتاب نداریم ماه ماه کامل نیست یعنی جوان است نیومونه و تو نمیدونی کجا باید بید. یه ها میبینی یک شعله شمعی در دوردست سوسو میزنه کدوموری میری بیداری بگو کدوموری میری شعله شم هم شد اگر اون شعله شم مثلا چشمان یک اجده باشه که مشکوب بخواد منتظر تو باشه بخورتت میخورتت ولی تو به سمت شعله شم میری این جلسات هیپنوتراپی اگر درست برگزار بشه مثل اون شول شمه میمونه که طرف خودش میفهمه کدوم وری باید بره چون جواب در درون ماست من نباید بیام بگم بیداری تو بیا من هیپنوتراپی کنم که بگم بره این وری اصلا نمیشه تو در درون تجربه میکنی که چه امکاناتی خودت داری برای تغییر مسیر این باور حالا گفتی هیپنوتراپی مجبورم اینو بگم که بسیار اشتباهه در بسیاری از مردم که متاسفانه از روی بیدانشی من چون با این مثلا مواجه شدم و بحث ها داشتم که میگن آقا نرید سراغ ابن تراپا اینا شما رو هیپنوتیزم میکنن هر کاری بگن شما انجام میدین مثلا یعنی چی آیا این اتفاق برای خودت افتاده آیا دیدی کسی رو که مثلا مثل این فیلم ها دو تا دستاشو جلو گرفته راه افتاده یه نفر هیپنوتیزمش کرده اینجوری نیست واقعا اینجوری نیست یعنی حالا بگذاریم اینو بازش نکنیم پس ببین زندگی ما بر اساس انتخاب های هی. من این دارم تکرار میکنم برای اینکه دوستایی که دارن میشنوند متوجه بشن واقعا که انتخاب های ما هستن که سطح فرکانس ما رو میتونن تغییر بدن و ما بر اساس انتخاب در واقعیت های موازی در حرکتیم این واقعیت های موازی میتونن بی نهایت باشن اما ما به خاطر اون باورها یا اون شکلی که داریم زندگی میکنیم یا اون فرکانسی که دائم درش در تلاطم هستیم یه خورده میره بالا یه خورده میاد پایین در یک سری از خطوط مشخصی از این حرکت میکنیم اون چیزی که به نظر من خیلی مهمه اینه که آقا همه الان همه فقط فکر پولن اکثرا آقا پول چجوری پول داشتیم بریم تو اون جهان موازی که پول زیاده ما درباره پول و منویت هم صحبت کردیم که بیداری عزیز حالا هر زمان که سلاح بدونه منتشرش میکنه دنیایی هست که پول خیلی زیاد باشه و تو نگران پول در آوردن نون شبت نباشه که بسیار هم مهمه اما حرکت به سمت اون دنیا فقط و فقط یک متغیر داره و اون متغیر تویی و تو یعنی افکارت احساساتت، باورهات، ترسهات، کلامت، رفتارت که اینا همش تش میرسه به تو همش رو هم توی تو وقتی اینا رو بشناسی و تغییر بدی چون اول تو به شناخت نیاز داری بعد به تغییر یا شفا نیاز داری چون باید بدونی چیه که تغییرش بدی یا شفاش بدی وقتی خودت رو کامل بشناسی و تغییر بدی به اون سمتی که میخوای پولم زیادی خواهد بود سکه طلا هم از آسمون خواهد ریخت سلامتی فیزیکی هم مسلما خواهد بود یا هر چیز دیگری که تو بخوای ولی مادامی که فقط به صورت یک آرزو باشه ایکاش ای کاش باشه یا حسرت باشه یا فقط منتظر باشیم کسی اون کار رو انجام بده خیر این اتفاق نمیافته اون مثال همیشه که اون جمله که گاندی گفته بود بی the you want to see in the world اون تغییری باش که میخوای در دنیا ببینیش چرا منتظریم که کاش یکی بیاد فلان رو بکنه خب پشو برو بکن آخه نمیتونم آها این یه مرحله نمیتونی چرا چون که به هر دلیلی اینا باید ریشه یابی بشه تو خودت رو ناتوان میبینی حالا که ناتوانی چرا توقع داری اونجا باشی اگر توانا شدی اگر اون تغییری شدی که میخوای در دنیا ببینی ببینی خودت بدون شک اون چیزی هم که آرزوته تجربه خواهی کرد کاملا درسته دو تا نمونه خیلی بارز میتونم مثال بزنم همین الان از حرکت کردن در جهانهای موازی یا در های موازی یکی از اون مثالا خود, خود, خود خودم هستم که واقعیت خودم رو که امروز میتونستم در اون زندگی بکنم رو تغییر دادم و یکی هم آقای شهروزه که در یک مسیری از زمان داشته حرکت میکرده در یک لحظه تصمیم گرفته که واقعیت خودش رو عوض کنه و به یک سمت دیگه ای بره و امروز اونجاست دوباره داره انتخاب میکنه که به یک سمت دیگه ای بره یعنی یک هدفی رو برای خودش یا من برای خودم در جلوی خودم متصور میشم میگم من میخوام به اینجا برسم همینطور که به سمت این هدف خودم حرکت میکنه چون فقط فکر کردن که کافی نیست عمل کردن یا اکشن هم نیاز هست برای اینکه شما خود اون عمل یا اکشن فرکانست رو تغییر میده شما وقتی که باشگاه میری دنبل میزنی فرکانست تغییر میکنه بعد از یه مدت و این اینجوری که من یه بار مدیتیشن کردم فرکانسم از دو رفت رو چهار همونجا میمونه نه این یه پروسه دائمیه یعنی اگر کسی میخواد فرکانسش رو در یه جایی نگه داره یه پروسه دائمیه تا به اونجا برسه و بعدش میاد تصمیم میگیره حالا فرکانسش رو کجا ببره فرکانس پول هم همینطوره یا جایی که آدم فکر میکنه که پر از پوله به قول معروف طلا از آسمون میباره هم یک فرکانسی داره که این یک بر اساس انتخاب هایی هست که آدم ها می کنن که به اون سمت حرکت بکنن و بر اساس افکار و باورهاشون که باعث انتخاب های بعدیشون میشه و بر اساس اون حرکتی که روی اون خط های زمانی دائم دارن تغییر میدن اون خط های زمانیشون رو به اونجا میرسن به نظر من یک یه،, یه چیزی در تغییر فرکانس میتونم بگم حالا هزاران هزار چیز در تغییر فرکانس میشه گفت ولی یکی از اونها اینه که آدم وقتی هیچ کاری نکنه فرکانسش تغییر میکنه اتوماتیک یعنی یعنی به هیچ کدوم از باورهاش توجه نکنه و اصلا تمام اون اهمیت رو از خودش دور بکنه همینجور که یه جا بشینه هیچ کاری نکنه فرکانسش تغییر میکنه به این چی میگن میگن مدیتیشن دیگه من معتقد نیستم که مدیتیشن کردن نشستن جایی و هیچ کاری نکردنه به نظرم اتفاقا یکی از کارهای اصلی که خیلی کاره یه ذره دیدگاه همون شاید در این زمینه فرق کنه از کار فیزیکی بودا آ اوکی یعنی نیرویی که به جسمی وارد بشه و حتما جابجا جا بشه چون اگه جابجا جا نشه کار محسوب نمیشه اتفاقا به نظر من مدیتیشن کردن که تعاریف بسیار تحریف شده ای براش وجود داره فقط این نیست که من بشینم و به چیزی فکر نکنم اون بی که در موردش صحبت میکردن که یکی مثل یک بودا یا یک منکی که سالهای سال دهه ها در کوههای مثلا تبت داره این کار رو انجام میده و هدفش از زندگی چیز دیگری است اون مدیتیشن با مدیتیشنی که من وسط یه شهر شلوغ با دنیای دیجیتال و آیتی و این همه آدم سر کار دارم بسیار متفاوته برای همینه که مدیت... گایدد مد... مدیتیشن ها مدیتیشن هایی که هدایت میکنه برای امثال ما خیلی بهتر جواب میده تا اینکه بشین یا یه مانترا نهایتا بذار یا اگه خیلی هم کار درسته بشین به بی ذهنی برس نه امکان نداره به نظر من این فقط نظر منه برای بقیه نظرشون محترم و اینکه اگر طرف فقط فکر کنه که مدیتیشن اینه چون نمیتونه بهش برسه فکر میکنه ناتوانه در صورتی که بله به بی ذهنی رسیدن بسیار خوب است اما مرحله به مرحله تو اول باید یاد بگیری که چجوری ذهنت رو نگاه کنی و اینکه اون تیکه ای که شما گفتی که باورهاشو کلا بذاره کنار خیلی چیز خوبیه ولی نمیشه چون باورها رو بذار کنار یعنی با پتک بزن تو سر ایگوت ایگو امکان نداره اجازه بده تو به همین راحتی تمام باورهات رو بذاری کنار ایگو اگر احساس کنه که پوزیشنش در خطره کار ایگو چیه مدیریت جهان فیزیکی دمشم گرم در این زمینه اتفاقا این موضوع خیلی خوبیه بیداری یه بار در مورد ایگو صحبت کنیم چون همه خیلی میگن هم ایگو رو باید کشت چه با لگت چه با مشت نه ایگو رو نباید کشت ایگو تویی ولی ایگو رو باید سر جاش بنشونی ایگو رو باید هدایتش بکنی که تو هر افسارش چون ایگو رو باید کشت این خودتو بکش ایگو یعنی نفس و اون نفس نفس فیزیکی تو در این زمینه من با مدیتیشن تا این حد که شما گفتی مخالفت و موافقتم رو اعلام،, اعلام, کردم کار فیزیکی ظاهرا انجام نمیشه ولی کار انرژیکی بسیار بزرگی داره انجام میشه و اون هم هدایت احساسات و افکار و آگاهیه من هیچ وقت این سعادت رو نداشتم که بتونم به خاطر اختلاف زمانی که داریم بتونم توی یکی از این جلسات لایو مدیتیشن شما که روزهای شنبه برگزار میکنی شرکت بکنم و کامنت رو که میخونم از گریه و شوق و نمیدونم همه چی اونجا هست که نمیدونم من رفتم خوردم به سقف و اومدم پایین نمیدونم نمیدونم چی شد و بیهوش شدم اینا همه چی هست و احساس میکنم که خیلی این مدیتیشن هایی که شما هدایت شده مدیتیشن هدایت شده ای که انجام میدی خیلی روی دوستان برای آروم کردن خودشون یا احساس میکنم بخشی از باورهاشون رو قلتک میندازه یه جوری درسته؟ دقیقا هم. و دقت کن خیلی میان می نویسن که گریه چرا ما گریه کردیم؟ گریه ناراحتی نیست که حتی گریه شوق هم نیست شما خیلی ذوق میکنی گریه میکنی خیلی هم اندوهگین میشی اگر گوش به حرف احسان خاجه هم میری ندی که میگه مرد گریه نمیکنه قدم میزنه گریه میکنی ولی یه اشکی میاد بعد میان میپرسن که خب مسلما تا اونجایی که برسیم توضیح میدیم که تمام باورهای شما یک جایی از بدن شما نه فقط مغز شما در تمام اوان که حالا ما در این زمینه تو دورهای مختلف صحبت میکنیم یه جایی ذخیره شده به صورت یک ملکول شیمیایی فیزیکی مسجل شده که تو اون احساس رو داری و موقعی که این سبک مدیتیشن ها رو انجام میدی اتوماتیک یک سری پاکسازی داری و این پاکسازی یکی از اصلی ترین راه های دفعش اشک و تعریقه اولا که ما اکثر مدیتیشن هم رو تو همه مدیتیشن های شنبه ها رو تا 24 ساعت نگه میداریم خوشحال میشیم که حالا اون زبط شده هاش رو یه بار امتحان کنی سانی یک مدیتیشن ها هست که تو قسمت گاید گذاشتم که اینا رو ور نداشتم از صفحه یه ترای بکن بد نیست آره هم خودم ترای میکنم هم به دوستان پیشنهاد میکنم که دوست داشتن حالا برن یه نمیدونم استفاده اگه دوست داشتن بکنن از مدیتیشن‌های شما به حال میدونم که یکی از تخصصات یا چیزهایی که دوست داری انجام بدی اینه که طراحی مدیتیشن های هدایت شده است در قسمت مربی کلگرهایی که انجام میدی درسته بله درسته من مدیتیشن ها به هیچ عنوان کپی یا ترجمه از جایی نیست تماما رو یا دریافت می‌کنم مستقیما یا طراحی میکنم بر اساس اون علمی که پشتش هست چون حالا یه زمانی شاید 300 سال پیش در مورد چاکرا اگر صحبت میکردند خیلی چیز متافیزیکی غیر قابل درکی بود ولی الان با توجه به پیشرفت علم تمام نمیگم تمام ولی بالای 90 درصد این مباحث توضیح و توجیه علمی هم داره هرچند که من معتقدم که این خرد که هزاران هزار ساله از چین و حتی ایران و هند باقی مونده بسیار بسیار عمیق به خصوص آنچه که از چین باقی مونده با توجه به کانال های انرژیکی و مریدین ها و نقاطی که روی بدن داریم و غیره بر این اساس و بر این علم من یک سری از مدیتیشن ها رو طراحی میکنم و اینها در سطوح مختلف کمک میکنه که یک سری از این باورها ترس ها اتوماتیک بدون اینکه حتی بدونیم چیه اصطلاحا ریلیز بشه آزاد بشه حالا گرمای بدن سرمای بدن این گزگز گز مرمور اینا رو آخر مدیتیشن بعضی وقتا برای فانش میگم میگم مرمور گزگز گز خارش دوندون دون، سرما گرما خواب رفتگی نرفتگی همش با هم هیچ کدوم همش طبیعیه به خاطر حرکت انرژی تو یک سری از کانال هایی که بلاک بوده حالا باز شده و مفصله من واقعا از این کار لذت میبرم مسلما دم به دقیقه این کارو نمی کنم. مثلا همین هفته ای که گذشت و رو نگه داشتم که با مانترای انجام دادیم من دریافتی بود که قبلش چون یه مدیتیشن خیلی سنگین داشتم قبل از اینکه با بچه ها مدیتیشن بکنم دقیقا من این تصویر و این نحوه مدیتیشن رو دیدم که چقدر میتونه من رو سبک بکنه چون این باورها این ترسها این فشاری که در روز در دنیای فیزیکی روی منه منو رو سنگین میکنه حرکت من کند میشه حالا اون مدیتیشن هنوز روی صفحه هست و باقی خواهد موند بهتون پیشنهاد میکنم ده دقیقه زمان میبره یه امتحان بکنید ببینید که چه احساسی بعدش دارید من حتما امتحان میکنم بسیار خب برای اینکه متوجه بشین که چطوری جهان جهانتون عوض میشه واقعیتتون عوض میشه و به یک واقعیت موازی حرکت میتونید بکنید در یک لحظه بر اساس یک انتخاب میتونین همین الان چش راستتون رو با دست چپتون بخارونید اگه این کار کردین بلا فاصله به یه مسیر زمانی دیگه ای واقعا همین دوره نظر حالا درست که خیلی کوچیکه ولی و این مسیرهای زمانی به قول شهر روز به هم دیگه چسبیدن خطوط به هم چسبیده هستن ولی این اتفاق دائم داره در زندگی ما توی این مسیرهای زمانی میفته یکی از راه هایی که فرکانستون رو میتونین تغییر بدین درباره اون چیزی که دوست دارید حالا میخواد سفر در جهان اختری باشه میخواد جذب پول باشه میخواد جذب آگاهی باشه باز شدن هر چیزی که میخواید باشه یکی از راه های تغییر فرکانس همین مدیتیشن هست و همین کاری که شهر روز داره انجام میده به نظر من خب من خودم روزی بعضی وقتا در دقیقه رو اسمشو میذارم مدیتیشن میدونی که میشینم و سعی میکنم مخصوصا سر صبح سعی میکنم که خودم رو بیدار شم اسمشو بذاریم یعنی بیام قبل از اینکه حجمه افکار برسه و تمام زندگی بعد فکر کنم که خاله باید چیکار بکنم امروز سعی کنم ببینم چه خبره مخصوصا کمک میکنه به اینکه بعضی وقتا خوابهای خودم رو به خاطر بیارم و اونها رو مرور بکنم علایه حال پس مدیتیشن میتونید بکنید انتخاب فرکانستون رو تغییر میده و اینکه جهان موازی دائم و دائم در کنار ما هستند با فاصله های خیلی کم و میتونید در اونها حرکت بکنید به همین سادگی ما اینو گفتیم ولی به همین سادگی نیست <applause> من یک خواهشی میخوام بکنم و اونم اینه که اولا هر مدیتیشنی رو نکنید چون فلانی گفته این مدیتیشن خوبه پس خوبه نه ممکنه اون مدیتیشن برای یک شخصی مناسب باشه برای یک شخص دیگر خیر نهایتاً یک بار دو بار سعی بکنید اگر فکر میکنید که اون مدیتیشن براتون خوبه ارتباط باهاش برقرار بکنید چون فلان شخص اونجا گفته این مدیتیشن نمیدونم میره برد دوازدهم پس من برم مدیتیشن کنم که برم برد دوازدهم این چنین نیست اینا توسط شما باید انتخاب بشه و این هم باز دوباره انتخابه من یک زمانی سر کلاسام خیلی سال پیش اون زمان که ایران بودم و دانشگاه درس میدادم یک جمله ای رو همیشه به بچه ها میگفتم میگفتم که خدا همه کار برای شما کرده الا یک کار و اون هم انتخابه حالا این تعریف خدا خودش ماجرا داره کار ندارم منظورم این نیست که ایمان داشته باشی نداشته باشی. اینا رو کار ندارم اون آلدتیز اون هرانچه که هست اون چیزی که اگر باورداری وجود داره باعث خل... خلقت شده همه کار کرده الا انتخاب تو اینکه انتخاب کنی چه مدیتیشنی انجام بدی تو اینکه انتخاب کنی چه باوری رو چه خردی رو که یک جمعی دارن بپذیری یا نپذیری تعیین کردن اینی که در کدوم دنیای موازی قرار قرار بگیری و تجربهش بکنی اگر تو باور داری که افرادی هستند که نمیذارن تو موفق بشی تو در دنیای موازی قرار میگیری که افرادی وجود دارند چه بشناسی چه نشناسی که نمیذارن تو موفق بشی سلف prophecy سلف fulfilling پروفسی تو یه فرضیه ای داری انقدر بهش متمرکز میشی که خلقش میکنی wherever, wherever focus goes energy flows هر جا تمرکز تو باشه انرژی تو به همون سمت میره تو تصور داری یه سری نیرو هستند یه سری آدم هستند یه سری سازمان هستند که نمیذارن تو به اون چیزی که میخوای برسی آیا این باور تو نیست؟ Welcome to the world پس همین رو تجربه میکنی بعد میگی دیدی گفتم معلومه که دیدی گفتم چیزی غیر از این نمیتونه باشه تو وقتی باور میکنی تجربهش میکنی امیدوارم این تیکه حواستون رو جمع کنید منم امیدوارم حالا نگر فردا این سلف فولفیلینگ پروفسی چی میشه چرا انگلیسی حرف میزنین میشه پیشگویی خود تحقق پذیر یعنی میشه به کاری میکنی که خودش نتیجه رو از قبل <سؤال> بهت <تص> نشون میده که چی هست یعنی به همون سمت میری بسیار عالی جالب برای من این بود که تنها چیزی که ما باید انجام بدیم همین عملیات انتخاب کردن و تغییر ثابت ترین چیز در جهان هستیه دقیقا. امیدوارم که از این گفتگوی شاید یه مقداری پیچیده ما لذت برده باشید احتمال میدم خودم مجبور بشم چند بار این گفتگو رو گوش بدم چون چیزهایی هست که ممکنه من فقط بشنوم از گفتگومون با شهروز بهشون گوش نکنم در خود گفتگو بنابراین معمولا من دو سه بار صحبت رو گوش میدم پیشنهاد میکنم شما این کار رو بکنین قبل از اینکه بخواین هیچ کدوم از حرفای ما رو بپذیرید یا اونها رو رد بکنین از قوه تمییز خودتون خوب و بد خودتون استفاده بکنین هر کدوم دوست نداشتین با همتنین نبود رو بذارین کنار هم پن... هر کدوم همتنین بود رو به مجموعه دانش اطلاعات خودتون اضافه بکنین روز خیلی ممنون که امروز هم اومدی با هم این صحبت خیلی دوست داشتنی رو کردیم از شما سپاسگزارم برای این فرصت من این در مورد شنیدن و گوش کردن که شما گفتی زیر یه سری از پستها همیشه این هشتگ رو میذارم توی هم میم میگم شنیدن کافی نیست گوش کن در عشق نور باشید و بمانید و من هم شما رو در قسمت بعدی میبینم